بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم با عرض سلام و تهیت و احترام به ساحت مقدس قطب عالم امکان حضرت حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا له الفدا امام زمان و عرض سلام و تهیت و احترام به شما شیعیان روشن زمیر اون عالی مقام یعنی بینندگان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام از شهر مقدس کربلا جوار حرم نورانی حضرت سید الشهدا و حضرت قمر بنی هاشم علیهم السلام و السلام از برج شبکه جهانی امام حسین برادر شما برنامه دیگری از مجموعه های ابرار رو که شرح حال علما و فقیهان وارسته و انسان‌های پاک و ابرار و نیکان از خلایق الهی کسانی که با آبرومندی زیستند و با آقابت به از این جهان رخت بربستند شرح حال اونها رو میگیم تا در این روزگار پر فتنه در آخر الزمان در این روزگاری که پاره های تاریکی مانند پاره های شب ظلمانی بر ما فرود میاد و وظیفه داریم به قرآن و اطرت رسول خدا پناه ببریم در این روزگار شیوه های زندگی عالمان و فقیهان و ابرار رو به عنوان الگوهایی که به کار دنیامون میاد و عاقبت به خیرمون میکنه از تاریخ برداشت میکنیم کسانی که در واقع اونها پیرو قرآن و اطرت بودند و در تجربیاتی سخت قرار گرفتن و از اون تجربیات سربلند بیرون اومدن ما هم باید روش اونها رو بریم ما هم باید در سرات مستقیمی که هستیم قدر شناس این سرات مستقیم باشیم این نمکی رو که سر سفره مرتضی علی خوردیم به اصطلاح قدر بدونیم و خدای نکرده نمکتون رو نشکنیم اه براتون در مورد مرحوم آیت الله عزمای حاج آقا حسین تبا قمی قومی دو جلسه صحبت کردم از تأثیر که ایشون گذاشتن بر اوضاع دین و دنیای مردم تأثیری که بر حکومت وقت زمان پهلوی دوم گذاشتند بر اوضاع فرهنگی و تعلیم و تربیتی در اون روزگار گذاشتن در خصوص اقتصاد و معیشت مردم پیشنهادی رو که به دولت کردن و دولت پذیرفت و به گوش گرفت صحبت کردم اما متاسفانه تجارب روزگار بعد از اون بزرگوار در مورد فرزند ایشون مرحوم آیت الله عزما حاج حسن تبا طبع قمی قومی شکل دیگه پیدا کرد مرحوم حاج حسن تبا طبع قومی که در سالهای پایانی حکومت پهلوی دوم اعتراضاتی رو داشتن نسبت به اداره امور و به خاطر اون اعتراضات ماها و یا شاید سالها گرفتار حبس خانگی و حتی زندان بودن و من یادم میاد سال فکر می کنم 56 57 بود که من بچه بودم و در سفری که به مشهد مشرف شدیم خاطرم هست که پدر و برادر من رفتن منزل مرحوم آیت الله قمی حاج حسن قمی فرزند مرحوم آیت الله عزمه حاج حسینی که براتون تعریف کردم از تاریخ ایشون و آزادی ایشون رو تبریک گفتن یعنی حبس کشیده بودند در زمان پهلوی دوم و در اون حوادثی که در سالهای پایانی دوران حکومت پهلوی دوم دو اتفاق افتاد ایشون حبس کشیدن سختی کشیدن اما سکوت نکردن و انتقادات خودشون رو داشتن همین سکوت نکردن رو بعد از بعد از حوادث پنجا و هفت همیشون ادامه دادن ایشون با شکل حکومت دیکتاتوری به هر عنوان چه به اسم شاهنشاهی و چه به اسم حکومت یک فقیه مخالفت جدی داشتن و با وضعیتی که در قانون اساسی نظام ایران بعد از پنجا هفت به نوعی دور در این قانون اساسی بود که فقیه فقیهی بیاد و افرادی رو انتخاب کنه و مردم صرفا بیان به اون افراد رأی بدن و بعد این افراد بیان فقیه رو به حاکمیت انتخاب کنن که یک دور کاملا منطقی و باطل هست ایشون اعلام مخالفت کردن و اینجا بود که در واقع همون رفتار حاکمیتی و به نوعی دیکتاتوری که در زمان پهلوی آخرین ماهای یا آخرین سالهای حکومت پهلوی دوم به طور خیلی رقیقی به اصطلاح جاری شده بود و بعد از حوادث 57 به طور قلیز آشکار شده بود و به اسم دین جلوه کرده بود همون دست و همون در واقع بی اخلاقی و بد اخلاقی حاکمانه ایشون رو به نوعی خانه نشین کرد و و همون روحیه حاکمانه این فقیه رو از ادامه فعالیت اجتماعی که وظیفه یک فقیه هست تأثیرگذاری در اجتماع و دفاع از حقوق مردم و دفاع از آزادی های شرعی و قانونی مردم محروم کرد آیت الله لزما حاج آقا حسن تبا قومی قمی خانه نشین شدن و معروف هست که حتی تندروهای سیاسی اون روز در منزل ایشون که در آهنی بود رو از بیرون از داخل کوچه در منزل ایشون رو جوش دادند به نحوی که کسی نتونه از اون در عمومی دری که محل رفت آمد عمومی مردم بود وارد خارج بشه و اعضای خانواده اون مرحوم فقط از در به اصطلاح اندرونی میتونستن وارد خارج بشن به نوعی در باب علم رو بر مردم بستن در باب آزادی و آزادگی و آزاد مردی رو به روی مردم بستن اما همچنان فقیهی مثل حاج آقا حسن تبا قمی با اینکه آزاد نبودند اما آزاده بودند و آزاد مرد بودند با این روش ها و شیبه ها مخالفت می کردند و انتقادات خودشون رو در روزگاری که هنوز مثل امروز رسانه‌ای در کار نبود در روزگاری که مثل امروز فضای باز بین المللی رایج نبود در این دورانی که الان ما هستیم و کسی نبود که مثلا بتونه در از یک کشور دیگه یا از یه شهر دیگه یا از یه جای دیگه ندای مظلومیت این فرد رو به گوش دیگران برسونه به گوش همه برسونه یا اینکه مثلا حاکمیت بترسه اگر الان بر یک شخصی یا یک عالمی یا یک مثلا استاد بزرگی در حوزه و یا در دانشگاه اگر ظلمی روا کنه یا فاجعه ای به وقوع پیوند در یه شهری همه دنیا بفهمن نه در کمال لعامت و خباست ظلم خودشون رو نسبت به افراد اجرا کردن و صدایی هم در دنیا نمی پیچید اما قافل از اینکه روزی خواهد رسید که رسانه در دنیا انقدر منتشر میشه و اینقدر آزادی ها فراگیر میشه که مردم بتونن گذشته رو درست ببینن تا بتونن برای امروز و آینده خودشون تصمیم بگیرن تا روزی خواهد رسید یعنی به جایی خواهد رسید فضای به اصطلاح زندگی بشر که افراد دیگه در فشار به اصطلاح جهل و کتمان واقعیت ها و حقیقت ها زندگی نخواهند کرد مرحوم آیت الله العظما حاج حسن طباطبایی قمی در کمال مظلومیت زیستند و از دنیا رفتند اما تاریخ شهادت میده که ایشون با اعدام های لجام گسیخته نظام ایران پس از پنجاه و هفت به طرز جدی و علنی مخالفت کردند و مخالفت خودشون رو ابراز کردند و به نوعی اون پرداختی رو که باید میکردند اون آبرویی که باید میپرداختند رو پرداختند ولی سربلند و سفید رو و آبرومند از دنیا رفتند یاد و خاطره اون عالم بزرگ رو گرامی میداریم و از خدا میخوایم ما هم چون اون بزرگوار آقاید به خیر بشیم به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی به صد دفتر نشاید گفت وصف الحال مشتاقی و سلام علیکم و رحمت الله و برکات